در اینجا شش نوع افاده مختلف است. من از شما می خواهم که ویدیو را متوقف ساخته. کوشش کنید که قیمت اصلی هر کدام این افاده ها را خودتان محاسبه نمایید. حالا بیایید تا یک جا با هم کار کنیم. هر وقت ما یک چیز مانند این را می بینیم، باید همان سلسله مراتب را که برای حل چنین سوالات در نظر داریم انجام دهیم. در اینجا دو ضربه مربع داریم. اولین چیزی که در بارش فکر باید بکنیم قوس ها است. بعدا باید درباره توانای آنها فکر کنیم و بعد از این عملیه ضرب تقسیم را انجام می دهیم. اما بیایید این طور بنویسیم. اول عملیه های ضرب تقسیم را انجام می دهیم و بعد از آن عملیه های جمع و تفریق را انجام می دهیم. در این افاده اینجا محاسبه می کنیم که سه مربع چی است؟ پس 3 ضرب 3 مساوی است به 9 پس این 2 ضرب 9 می شود که مساوی می شود به 18 حالا این را می بینیم و این جالب تر است به خاطر که اینها افاده های مشابه هستند اما یگانه فرق اینها در اینجاست که این قوس دارد به خاطر این قوس ها عملی ضرب قبل از اینکه تاونا را از می بین ببریم انجام می‌دهیم خب دو ضرب 3 مساوی است با 6 و آن را بت دو می گیریم به 6 ضر به 6 مسی می شود و 36 حالا این را حل می کنیم باز هم اول عملای ضررب تقسیم را انجام بدهیم در اینجا یک تقسیم داریم که 81 بر نوع یا هشتاد یک تقسیم نه کردیان یکی است و اصلان نو می شود این یک جمع پنج ضرب نو می شود. حالا اول عملی های ضرب را انجام داده و از سپس جمع می کنیم. خب پنج ضرب نو مساویست به چلو پنج. در اینجا یک جمع چلو پنج مساوی می شود به چلو شش. حالا این را حل کنیم. در این سوال اول از توان ها شروع می کنیم. این را با یک رنگ متفاوت حل می کنیم. یک به توان دو مسایست به یک. این تنها یک است. اما در اینجا دو ضرب چهار جمع یک را هم داریم. پس چی کنیم؟ آیا اول جمع کنیم یا ضرب؟ اول باید ضرب انجام شود. بعدا جمع. پس دو را ضرب چهار می کنیم. دو ضرب چار مساویست به هشت و هشت جمع یک مساویست به نو حالا ما یک افاده مشابه داریم اما این فقط قوس دارد بنابراین قبل از اینکه که توان را از بین بریم باید داخل قوس را حل کنیم اما در بین قوس عملیه ضرب و جمع هم باید انجام شود و باید باید داشته باشیم که عملیه ضرب را اول انجام بدهیم دو ضرب چار مساوی است به هشت جمع یک به توان دو هشت جمع یک است به نو به توان دو در اینجا نو به توان دو و نو ضرب نو یک معنی می دهد که مساوی می شود به هشتاد و یک یکی دیگر هم داریم در اینجا که به این زیاد مشابه است بجز اینکه دارای قوس است که باعث می شود عملیات جمع را اول انجام بدیم. بدون قوس ما همیشه های ضرب تقسیم را اول انجام میدهیم. یک جمع پن مساوی است به شش. ما هشتاد بر نو هم داریم که مساوی است به نو. که به شکل ساده ای آن شش ضرب نو است و مساوی می شود به پنجاه و چهار.